توضیحی بدم درباره یکی از مسائل روزی که امروز مطرح شده است. حملاتی به شخص اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی در واقع شده است که من این حملات رو به شدت نفی میکنم و به عنوان یک تاریخدان و به عنوان کسی که در واقع با تاریخ آشنا هست باید این رو شرافت قلمی و شرافت حرفه‌ای من در واقع این رو ایجاد میکند که باید حتما بگویم که اینها تاریخ سازی هست، اینها به هیچ عنوان در واقع تاریخ نیست و اینها یک نوع چیزی است که جنگ اطلاعاتی نام دارد. شما در جنگ اطلاعاتی در واقع ضد اطلاعات رو میگسترانید تا گروهی از مردم که توانایی در واقع تحلیل اطلاعات رو ندارند اینها رو باور بکنند. من اسم این آقایی که این کارو کرده و اسم کتابش رو اصلا نمیارم به خاطر اینکه اصلا اینها مهم نیست، اما پشت سر این آقایی که این کارو انجام دادند افرادی هستند که من به آنها در واقع نئوکان ها میگویم، یعنی در واقع نامشان چنین هست. اینها دست راستی های تندرو هستند که این آقا برای ایشان کار میکنند و در واقع کاری که ایشان کرده، برخی ها رو من دیدم در اینترنت گفتن که این آقا ابله هست، نادان است. نه خیر، این آقا بسیار هم کارهاش هوشمندانه و به صورت سیستماتیک ترور شخصیت در واقع خاندان پهلوی رو بر عهده دارد و از اونجایی که ترور فیزیکی این در واقع سرمایه های عظیم برای ملت ایران، برای افرادی که این کار رو انجام بدن هزینه های سنگینی خواهد داشت، از این روز که به ترور شخصیتی در واقع روی آوردند، در دیگر نمیتوانند که همه ما شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو در فرح پهلوی رو میشناسیم. اینها مقابل دوربین هستند، اینها مانند شاهزاده علیرضا پهلوی نیستند روانشاد که روبروی دوربین نباشند و پس از آن که خودکشی شدند در واقع بعدن بهشون بگویند که افسردگی داشت. بنابراین دشمنان این خاندان میخواهند که این خاندان رو در واقع از میان ببرند. اینها از ترور فیزیکی هم باکی ندارند. من این رو باید به ذرس قاطع بگم. پیش از این ماجراها بود، اتفاقا من این رو به آقای جناب کاردان هم در یه گفتگو خصوصی این رو عرض کردم. ببینید، اینها باکی از این ندارن. مهم این است که ما بشناسیم هدف چیست. نوکانها هدفشان در واقع برخلاف آنچه که متاسفانه برخی تحلیلگران میپندارند و خیلی هم با آمدن آقای ترامپ خوشحال شدند، به هیچ عنوان هدف آن رو ندارند که در واقع ایران به یک دموکراسی حقیقی برسد، به هیچ عنوان یا به یک آزادی برسد. اصلا به همچین هدفی ندارند، بلکه برعکس هدف اصلی اونها هدفی است که به ایران حمله بشود، اما به چرخ توسعه و در واقع ترقی باز نگردد، این به این مسیر باز نگردد. برای همین هم هست که بزرگترین پتانسیل رو در واقع اینها میخواهند ترور شخصیتی بکنن، همان گونه که من، البته این اعتقاد شخصی من هست که از نظر بنده شاهزاده علیرضا پهلوی هم خودکشی نکرده بودند و در واقع این خودکشی یک مقداری قابل بحث است و به نظر من گروه های سیاسی بودند که خواهان در واقع فشار آوردن به خاندان پهلوی بودند و این کارها رو انجام دادند. بنابراین همون گونه که این بسیار عیان و مشخص است، در واقع این مسائل ترور شخصیت هم در ادامه ترور فیزیکی است. این رو باید بهش توجه داشت، وگرنه این آقایون ضد اطلاعات میپراکنند. درست است کسانی مثل ما اینها رو بخونیم میخندیم، میفهمیم اینها بی منبع و بی مرجع است، اما روی سخن اونها ما نیستن. روی سخن اونها گروه زیادی از مردمی هستند که به این حرف ها رو باور میکنند. این نکته رو من در واقع وظیفه داشتم که بگم. در واقع بر اساس مسئله کتابی که هانتینگتون مدت ها قبل رو انتشار داد در سال 95 میلادی، جنگ تمدن ها، باید حکومت های اسلامی در خاورمیانه روی کار باشند و این چیزی هست که باید
در واقع اپوزیسیون ایران هم اونها رو بدارن. من به عنوان یک فعال فرهنگی و یک فعالی که کسی که تاریخ در واقع ایران رو عمیقا میداند و تاریخ جهان رو میداند باید اینها رو عرض بکنم که هدف اصلی در واقع این نیست که مردم ایران به حکومت مردم سالاری خالص و سکولار برسند. بنابراین از حکومت‌های اسلامی دفاع می‌شود، اما آن اسلامی که آنها میخواهند، یعنی در واقع گروهی رو هم نوکان ها در واقع آمریکا و هم عربستان سعودی خواهان این هستند که گروه اطراف آقای هاشمی رفسنجانی که فوت کردند اطرافیان ایشون به قدرت برسند و در ایران در قدرت بمانند. این آن چیزی است که آنها میخواهند و این نوع حکومت مطلوب آنها هست و در نهایت ایران رو چیزی شبیه چین بکنند که کمی آزادی به مردم بدهند اما کاملا هم رها به سرنوشت خودش نکنند. این آن چیزی است که هم طرفداران پادشاهی باید اون رو متوجه بشوند و هم دیگر گروه ها باید اون رو بدانند، چه در درون و چه در بیرون، و بدانند که این خطر ترور فیزیکی و ترور شخصیتی این خاندان وجود دارد، چون با این ترورها در واقع یگان ستونی که در واقع برای ملیگرایان ایرانی باقی میماند از میان میرود و هیچ مانعی بر سر حکومت 40 سال دیگر، حکومت مذهبی و استبداد مذهبی در ایران باقی نمیماند. این رو من باید فقط یک توضیحی میدادم که دوستان به این نکته اطلاع داشته باشن، وگرنه من حتی وارد بحث این کتاب و این شخص نمیشوم. همه میدانند که در انقلاب ایران تئوری آقای کیسینجر که در واقع کمربند سبز دور شوروی سابق بود مؤثر بود. شوروی یک حکومتی بود که هم روسیه قسمت‌های زیادی به ایران ظلم شد، از ایران قسمت‌های زیادی از سرزمین‌ها رو گرفت، اما در انقلاب ایران اتفاقا کمتری نقش رو داشت و اون چیزی که در انقلاب ایران انجام شد در واقع یک در راستای تئوری کمربند سبز کیسینجر بود و اینکه اسلامگرایان رو در واقع به جنگ کمونیست‌ها بفرستند و پیروز هم شدند، یعنی در افغانستان این کارشون بسیار نتیجه داد، در ایران نتیجه داد، اما در ایران یک مقدار سناریوها مطابق آنچه که می‌خواستند پیش نرفت. بنابراین هر گونه اتهام در واقع زدن و تاریخ رو جعل کردن اینها درست است که از نظر اخلاقی درست نیست، ولی در واقع من میخوام توجه دوستا ایرانیان رو به این نکته جلب کنم که این در واقع یک نوع بازی کاملا حرفه‌ای و سیستماتیک ضد اطلاعات است. این نه این آقا مشکل شخصی من نمیدونم داره یا نداره، اون مشکل خودش هست. این مسئله رو شما از دید شخصی نگاه نکنید. این سیستم جنگ اطلاعاتی نوکان ها و افراد دست راستی که با ایشون ارتباط دارن هست علیه ملیگرایان ایرانی و این نکته رو باید توجه داشته باشن کسانی که بیش از اندازه با آقای ترامپ در واقع دل میبندن. اما درباره ایران گفتیم و تمدن ایرانی، ما یک بار عرضم به حضورتون که نکته بسیار جالبی رو من، هرچند که ما در واقع بر روال مونیتوری بود که در دو بخش اول میان دو بخش یکی از فیلم ها 5 دقیقه از فیلم مستند از یکی از فیلم‌های مستند مجموعه میراث جاویدان ایران باستان رو پخش می‌کردیم که این مجموعه برای نخستین بار در تاریخ ایران کار بسیار بزرگی است که انجام شده و در حال تکمیل هست، ما این رو پخش میکردیم. اما این دفعه من یک در اخبار در یوتیوب به یک ویدیو جالبی برخوردم که در کردستان عراق تعداد بسیار زیادی از مردم زرتشتی شدن و فیلمی رو از این نظر در یوتیوب پیدا کردم که دوست دارم دوستان حدود 5 دقیقه از این فیلم رو نشون بدهند تا اینکه ما بعد وارد بخش دوم برنامه بشیم که مربوط می شود به تمدن ایران باستان و منابع موجود آن. معبد قزقاپان، معبد زرتشتیان در استان سلیمانیه، اقلیم کردستان عراق، جایی که زمانی محل تجمع بزرگی برای پیروان آیین زرتشت بود. بر تابلویی که اداره آثار باستانی سلیمانیه نصب کرده نوشته که این معبد حاوی مقبره ایس شاهانه با 3 سالن. این معبد اکنون بیشتر یک اثر باستانی است و
یک جاذبه گردشگری، اما حضور زرتشتیان در اقلیم کردستان به این معبد باستانی ختم نمی شود. مریوان نقشبندی، سخنگوی وزارت اوقاف و امور دینی اقلیم کردستان عراق، از روند رو به افزایش پیروان دین زرتشت در اقلیم خبر می دهد. همچون این جوان که از اربیل آمده و به رادیو فردا می گوید: من لمندالی و زو هستم با او جوازه که کلنیوان نام من سمیر است. 17 سال دارم و از اربیل هستم. از کودکی حس کردم که بعضی ادیان و مذاهب میان مردم تفاوت قائل هستند. از همین رو کم و بیش مطالعاتی را در مورد ادیان شروع کردم و اطلاعاتی درباره دین زرتشت به دست آوردم. فهمیدم در دین زرتشت بردگی انسان وجود ندارد. بعدن که ویدیوهای این مرکز را در شبکه‌های اجتماعی دیدم، پسندیدم و به اینجا آمدم. دین زرتشت را هم بدون اجبار و با آزادی و خواست خودم انتخاب کردم. با آزادی و به زول کردن هیچ کسی کو هر حظ و آرزو خو. سخنگوی وزارت اوقاف اقلیم کردستان عراق در گفتگویی که با رسانه‌ها داشته، شمار زرتشتیان در این اقلیم را بیش از 100 هزار تن برآورد می‌کند. اما این زرتشتیان کجا هستند و به چه فعالیت‌هایی مشغولند؟ نژاد نوری، مسئول سازمان فرهنگی و فلسفی زرتشتی اقلیم کردستان، می‌گوید: مرکز اصلی زرتشتیان کردستان در سلیمانی است. در اربیل هم در هفته‌های آینده مرکزی برای زرتشتیان افتتاح خواهد شد. در کرکوک هم به همین شیوه کارها پیش رفته. در دهوک نیز این زمین سازی وجود دارد، اما هنوز تمام نشده. در همه شهرهای کردستان عراق زرتشتی‌ها انجمن دارند و خود کار خود را انجام می‌دهند. پیر لقمان، پیر زرتشتیان کردستان، کسی که مراسم گرویدن مردم به دین زرتشت با حضور او برگزار می شود. او خواهان تصویب قانونی برای آزادی انتخاب دین در اقلیم کردستان است. یکی از مهمترین کارهایی که ما در پی انجامش هستیم و می خواهیم در پارلمان کردستان به عنوان قانون تصویب شود، این است که تا 15 سالگی شخص به عنوان پیرو یک دین شناخته نشود و در این مدت خود با خواست خود راه و دین خود را انتخاب کند. از این راه نمیگذاریم دین کودکان و نوجوانان را برده خیش کند. ما برای آزادی فرد تلاش میکنیم. کردستان، عراق و خاورمیانه، جایی که دین و سیاست در هم تنیده، چیزی که پیر لقمان با آن مخالف است. ما می‌خواهیم که در کردستان دین از سیاست جدا باشد و قداست دین به خانه‌ها بازگردد. در همین پرستشگاه ما بر روی دیوار به جای شمشیر نی آویزان کرده‌ایم، همان گونه که زرتشت بزرگ می‌فرماید: در مقابل تاریکی من شمشیر به دست نمی‌گیرم، بلکه چراغ روشن می‌کنم. زرتشتیان اقلیم کردستان عراق این امید را دارند که با تبلیغ دین خود بر شمار پیروان این آیین بیفزایند تا شاید این معبد بار دیگر محلی برای تجمع بزرگ زرتشتیان شود. دوستان عزیز، امیدوارم که این ویدیو رو دیده باشید. این ویدیو بسیار جالب است. این برای نخستین بار است که در 1400 سال اخیر، در واقع پس از قیام بابک خرمدین و چند قیام محلی که در پس از اسلام در سده های آغازین اشغال ایران در واقع انجام شده بود، برای نخستین بار است که تعداد زیادی از ایرانیان، چون کردان بخشی از مردم ایرانی هستند، بخشی از تمدن ایرانی هستند، برای نخستین بار به اصل خودشون باز می‌گردند و این نکته بسیار بسیار جالب بود و من شکی ندارم که اگر در ایران هم شرایط مساعد بود و آزادی بود، تعداد بسیار زیاد و کثیری، میلیون‌ها نفر این عمل انجام می‌شد و در واقع به دین نیاکانیشون و با آیین و فلسفه نیاکانیشون باز میگشتن. این بسیار نکته جالبی بود که من در کردستان دیدم که روح ایرانی از تاجیکستان گرفته تا کردستان زنده است. روح ایرانی در
تاجیکستان، افغانستان، ایران، کردستان و آذربایجان، حتی ارمنستان و اوسیتیا و آلانیا زنده است و در واقع میتپد. و این بسیار نکته چیز جالبی بود که من بهش برخورد کردم و بسیار امیدوار کننده بود. اما درباره تمدن ایران باستان، همون گونه که دوستان میدانند، من برنامه گذشته در واقع یک بخشی رو به تمدن اسلامی پرداختم و اینکه چرا به نظر من تمدن اسلامی وجود ندارد و در اونجا توضیح کامل رو در این زمینه دادم. در این بار به خود در واقع تمدن ایران باستان میپردازیم. یکی از مسائلی که دائم مطرح میشود و در واقع دائم روی اون مانور داده میشود این است که ما منبعی و چیزی و کتابی از ایران باستان نداریم و بنابراین نمیتونیم راجبش اظهار نظر کنیم. خب من بسیار متاسفم که در نادانی و بیسوادی گروهی به اندازه است که وقتی ما بیش از 150 نوشته داریم که 60 نوشته اون سالهاست شناخته شده است و یه 60-70 نوشته جدید به دست آمده است، این کتابها رو کسی نخوانده باشد، این کتابها رو ترجمه نکرده باشد و بعد بیاید نظر بدهد درباره ایران باستان. من بخشی از نام کتاب‌های پهلوی رو که باقی مانده است، چون این تعدادش بسیار زیاد هست، رو من فقط تیتروار بعضی از آنها رو می‌خوانم. آنهایی که نام پارسی دارند، آنها اصلشون باقی مانده است. آنهایی که نام عربی دارند، به عربی ترجمه شدند به وسیله ابن مقفع و دیگران، ولی از اصل پهلوی و مترجم خودش آن رو ذکر کرده است. و همچنین اشاره خواهم کرد اگر وقت باشد به متونی که در تورفان چین به دست آمده است، متون سقدی مانوی که مجموعه عظیمی از متن‌ها به دست آمده است و همچنین متون پهلوی که در اسکندریه مصر به دست آمده است و اکنون در گنجینه‌هایی در آلمان و واتیکان وجود دارد. من بخشی از این کتاب‌ها رو نامشون رو فقط تیتروار می‌خوانم و به دوستانی که اینها رو در واقع آشنا نیستن و یا حتی نام این کتاب‌ها به گوششان نخورده است، تنها میتونم بگم که دوستان این مشکل شماست، برید اینها رو بگیرید و بخوانید و بعداً زبان بکشایید و در واقع این گونه سخن بگویید که جز اثبات ناآگاهی خودتان کار دیگری نمی‌کنید. نخستین کتاب خدای نامک است. خود کتاب خدای نامک پهلوی در واقع ترجمه فارسی آهنگین آن همین شاهنامه پهلوی است. یعنی شاهنامه پهلوی چیزی نبوده است که فردوسی از خودش بگوید، از روی کتاب خدای نامک که به زبان پهلوی چنین است این رو ترجمه کرده و آن را به نظم آهنگین دری در آورده است. کتاب دیگر کتابی بوده است با نام داستان اسکندر، داستان اسکندر کتاب دیگری که اینها کتاب دیگری بوده است با نام آیین نامه، کتاب دیگری بوده است با نام گاه نامه، کتاب دیگری بوده است با نام داستان بهرام چوبین. تمام اینها متن‌های پهلوی هست که اکنون موجود است. کتاب دیگری هست به نام داستان رستم و اسفندیار، کتاب دیگری هست با نام پیران بیسه، کتاب دیگری هست به نام داستان دارا و بت زرین، کتاب دیگری هست با نام کتاب زادان فرخ، کتاب دیگری هست در زادان فرخ ببخشید، کتاب دیگری هست به نام عهد کسرا به پسرش هرمز و پاسخ هرمز بدان، کتاب دیگری با نام عهد اردشیر به پسرش شاپور، کتاب دیگری به نام کتاب موبدان موبد در حکم و جوامع و آداب، و کتاب دیگری هست به نام کتاب مزدک، کتاب دیگری هست به نام کتاب تاج، کتاب دیگری هست با نام کتاب سیرت اردشیر، کتاب دیگری هست به نام بنیان دخت، کتاب دیگری هست به نام بهرام دخت، کتاب دیگری هست به نام آیین تیراندازی از بهرام گور یا بهرام چوبین، کتاب دیگری هست به نام آیین چوگان زدن، کتاب دیگری هست به نام کتاب سطور پزشکی یا همین دام پزشکی که یکی از انواع پزشکی در ایران باستان است، کتاب دیگری هست به نام زیج شهریار یا زیگ شهریار درباره ستاره شناسی و محاسبات ستاره شناسی، کتاب دیگری هست به نام کارنامه انوشیروان، کتاب دیگری هست به نام داستان شهر براز، کتاب دیگری هست به نام لهراسب نامه، کتاب دیگری هست به نام کتاب جماس که در کیمیا نوشته شده بوده.
کتاب دیگری هست به نام گزارش شطرنج یا همان شطرنج، کتاب دیگری هست به نام نامه تنسر، کتاب دیگری هست به نام داستان خسرو شیرین، کتاب دیگری هست به نام دین کرد، کتاب دیگری هست به نام بندهش، کتاب دیگری هست به نام داتستان دینیک یا قانونهای دینی، کتاب دیگری هست به نام ارداوی رفنامک. ارداوی رفنامک که در واقع شاهکاری است که کمدی الهی دانته، که از شاهکارهای ادبی هست، این کمدی الهی در واقع بر اساس ارداوی رفنامک نوشته شده، از شاهکارهای ادبی اروپایی است. کتاب دیگری هست به نام شکند گمان کویچار یا گزارش گمان شکن، کتاب دیگری هست به نام ذات اسپرم، کتاب دیگری هست به نام شایست نشایست، کتاب دیگری هست به نام شطرستانهای ایران یا شهرستانهای ایران، کتاب دیگری هست به نام ماتیکان گجسته کبالیش، کتاب دیگری هست به نام اندرز مارسپندان، اتوپات مارسپندان، کتاب دیگری هست به نام مینویک خرد یا مینوی خرد، کتاب دیگری هست به نام ستایش سیروزه، کتاب دیگری به نام ماتیکان یوشتفریان، کتاب دیگری به نام اندرز اوشتر داناک، کتاب دیگری به نام بهمن یشت، کتاب دیگری به نام جاماسپ نمک، کتاب دیگری به نام ماتیکان، کتاب دیگری به نام پندنامه زرتوش، کتاب دیگری به نام اندرز خسرو، کتاب دیگری به نام داروی خورسندی، کتاب دیگری به نام اندرز داناک مرد یا مرد دانا، اندرز مرد دانا. ببینید، و این همه بجز هست از گات ها، از یشت های مختلف گات ها، از خرد اوستا، از مهر یشت و از کتاب های دیگر اوستایی که باقی مانده است. افزون بران متن‌های بسیار عظیمی از سقط، از تورفان چین به دست آمده است که اینها بیشتر مانویانی که به آنجا رفته بودند با خودشان این متن‌ها رو در واقع برده بودند و در اونجا می‌نوشتند و وسیله شده است برای گسترش ادبیات ایرانی به نزد اقوام اویغوری. به هر حال آنچه که مسلم است، همچنین در اسکندریه مصر ما کتاب‌های بسیار در واقع عظیمی رو داشتیم از در واقع زبان به زبان پهلوی که اکنون در آلمان هستند و در اینها برخیشون در واتیکان هست. و همچنین آنچه که نکته جالب توجه است این است که نزدیک به 30,000 از لوح‌های باستانی در از زمان هخامنشی در دانشگاه شیکاگو به دست آمده است که اینها تنها 1,000 خورده ای از این الواح خوانده شده است و بیش از 28,000 خورده ای از این لوحا هنوز خوانده نشده، که متاسفانه این رو هم باید ذکر کنم که اینها رو دادگستری آمریکا، در واقع دستگاه قضایی آمریکا، اینها رو توقیف کرده به خاطر کارهایی که تروریستی که نسبت دادن به حکومت ایران. و این رو باید در همین جا اعلام کنم که این کار اصلا درستی نیست و فرهنگ رو باید جدا کرد از اقدام حکومت ها. این لوحه ها که 30,000 لوحه ای که از تخت جمشید به دست آمده است در استان فارس ایران اکنون به گروگان گرفته شدند و 1,000 و چندی از آن بیشتر ترجمه نشده است. اما در همین 1,000 خورده ای متنی که ترجمه شده است، ما از حقوق برابر کارمندان تخت جمشید، حقوق برابر زن و مرد در آنها یاد شده، از مرخصی که مادران ایرانی در آن موقع هنگام بارداری مرخصی با حقوقی می گرفتند، که بسیاری از این مسائل بسیار جدی و تکان دهنده است که تا امروز مسائل بشری است و در واقع اتحادیه های کارگری تا به امروز اینها مسائل روزشون هست، در اون موقع اینها حل شده بوده است. بنابراین آنچه را که نام بردم برای این است که این دوستانی که میگویند چیزی نمانده، آیا اگر شما خودتان بی سوادید، اگر بی دانشید، اگر ناآگاهید، خب بروید بخوانید. اگر چیزی نمانده که خب شما چیزی، اگر کسی چیزی نمانده کجا چیزی نمانده، اگر چیزی در سر شما مانده باشد میروید و اینها را میخوانید و بعدا سخن باز میکنید و لب باز میکنید که در واقع درباره اینها سخن بگویید. اگر هم نمیدانید، تنها باید گفت خاموش و بیش از این نباید سخن رو گستراند، اگر که ناگاهی است، مگر اینکه کینه‌ای باشد، نفرتی باشد، بغضی باشد و در واقع هدف پراکندن ضد اطلاعات در واقع باشد.
باشد. این هم یک جنگ اطلاعاتی است، جنگ ضد اطلاعاتی است. اگر بخواهید علمی بحث کنید، اگر بخواهید دروغ نپراکنید، تمام مدارک به نفع در واقع ادبیات ایرانی است. من در بخش کمی که باقی مانده، در وقت کمی که داریم، کمی درباره حقوق بشر و حقوق جهان در ایران باستان اینها رو به اونها میپردازم. کتاب بسیار خوبی هست که من به دوستان پیشنهاد میکنم به نام حقوق جهان در ایران باستان. این کتاب نوشته ای استاد فریدون جنیدی هست که من افتخار شاگردی ایشون رو داشتم و از سنین بسیار کم، در واقع از نوجوانی، در حضور ایشان زبان پهلوی و شاهنامه میخواندم. استاد فریدون جنیدی با تیزبینی بسیار زیادی متون پهلوی رو بررسی کردند و به این مسئله پرداختند که در واقع نه تنها امروز ما به هدف اصلی در واقع درباره حقوق بشر صحبت میکنن، نه تنها انسان و بشر حقوق و دارای حق و حقوقی در ایران باستان بوده است، که حتی گیاهان، حتی جانوران و طبیعت نیز دارای حقوقی بودند و حقوق بشر نیز شامل حقوق زنان و حقوق کودکان حتی در ایران باستان میشده است. من میخوام بگم که نخستین منشور حقوق بشر که در واقع در ایران باستان به دست کوروش نوشته شد، این تصادفی نبود، به خاطر اینکه پیشینه بزرگ فرهنگی در ایران وجود داشته است که آن را حتی امروزه در همین کتابهایی که خدمت شما گفتم میتوان ریشش را پیدا کرد. ببینید، در ایران نگاهی که به حقوق بوده است، همون گونه که گفتم، بسیار بیشتر از حقوق بشر بوده است و حتی جهان هستی در واقع دارای حق و حقوقی بوده است. در کشور گشایی ها ایرانیان نه قتل عام می کردن، نه کشتار می کردن، نه بردگی و کنیزی می گرفتن، نه تجاوز جنسی می کردن، نه غلامی داشتن، نه غلمانی داشتن، نه کودکان پسر بچه ها رو در بازارهایی مثل بازار مدینه به کارهای جنسی وامی داشتن، به هیچ عنوان چون این کارهایی رو نمی کردن. در واقع هنگامی که ایران لشکرکشی به کشوری میکرد، مردم اون کشورها با آغوش باز به لشکریان ایران میپیوستند و در واقع ایران ارتشی آزادی بخش بود. این کار رو برای یهودیان انجام داد و شمار بسیاری از یهودیان رو در واقع کوروش از بردگی آزاد کرد و اونها رو فرستاد به فرستاد به سرزمینشون اسرائیل و حتی از این ساخت معبد اونها رو هم به اونها پرداخت کرد. بنابراین این مسئله است بسیار مهم که باید به اون پرداخت بشه. ایرانیان باستان ضد دروغ بودند. دروغ رو بزرگترین پلیدی می دانستند. چیزی به نام تقیه، چیزی به نام خدعه، اینها در ایران باستان وجود نداشته است. ایرانیان باستان تابع دین کهن مهر بودند و در دین کهن مهر پیمان شکنی بزرگترین گناهان است. در ضد پیمان شکنی بودند و هرگز دروغ نمی گفتند. اینها رو خیلی جالب است که در واقع روش توجه بشود، به اونها تاکید بشود. به زن ارزش والایی می گذاشتند. در ایران باستان در یکی از برنامه های گذشته ما درباره پوشش زنان صحبت کردیم. به هیچ عنوان پوشش اجباری نبوده است و پوشش زن کاملا آزاد بوده است و هیچ گونه سرپوشی وجود نداشته است. زن در زبان فارسی از کلمه زندگی می آید، از جنای اوستایی هست که در کردی هم به آن جن می گویند. در واقع زن از مفهوم زندگی است و این رو خیلی جالب است که مقایسه بکنید که حتی در زبانهای اروپایی در واقع ما کلمه وومن و من، وومن به مفهوم همخوابه مرد است. یعنی این نگاه و دید فلسفی به زن حتی در اروپا چگونه بوده است و در ایران باستان چگونه بوده است. از زنان ایران باستان تا آنجا هیچ گونه محدودیتی براشون وجود نداشته است، به مقام پادشاهی می رسیدن مانند پوراندخت و آزرمیدخت و غیره و به فرماندهی نیروی دریایی می رسیدن مانند دریا سالارانی چون آرتمیس در دوران هخامنشی دریا سالاران زن بودند. زنان مدیر و مدبر بودند و در واقع حق گزینش آزادانه همسر داشتند که در آن پدر و مادر دخالت نمی کردند، که این در گاتا در واقع زرتشت در پندی به دخترش این رو در گاتا آورده است. کودکان در واقع در ایران باستان دارای حق و حقوق بودند. کودکان در ایران باستان
در واقع از همون گونه که گزنفون در کتابش آورده است، گفته است که ایرانیان به فرزندان خود فرهنگ و دانش نیز می آموزند، در صورتی که دیگران تنها خواندن و نوشتن می آموزند. یعنی ایرانیان جزو اولین مردمانی بودند که حق آموزش و پرورش تن و روان رو برای کودکان جزو حقوق لازمه می دانستند و اونها رو به رسمیت می شناختند، که یونانیان نیز به این اعتراف کردند. بجز خواندن و نوشتن، ایرانی ها از سواری، آداب و رسوم تیراندازی، کمند و شکار، باده خوردن، می خوردن، آموزش های نظامی، حقوق، سخن گفتن، ادبیات، هنر، ریاضی و نوشتن و خواندن رو در واقع به کودکان می آموختند. همچنین در واقع گزنفون باز در کتابش گفته است که کودکان به دبستان می رفتند. درباره ایرانیان باستان گزنفون نوشته است در کتاب کوروشنامه که کودکان به دبستان می رفتند و داد و داوری و داد و ادب و علم و هنر فرا می گرفتند. همچنین آیین خوراک خوردن و نوشیدن و میگساری و تیراندازی و پرتاب نیزه به آنها می آموختند. میگساری احتمالاً در همان دورانی که دیگر به نوجوانی رسیده بودند. جالب اینجاست که من چون وقت کم است به سرعت فقط به چند نکته اشاره میکنم. از حقوق که علاوه بر حقوق انسان و حقوق زنان و کودکان که در واقع بخشی از حقوق انسانی است ما به اونها پرداختیم، گیاهان و جانوران و زیست بوم یا محیط زیست در ایران باستان دارای در واقع حق بودند. در متون پهلوی ارزش چهار آخشیج یا عنصرهای چهارگانه که آب و خاک و باد و آتش بودند، حقوق اونها به رسمیت شناخته شدند که این عنصرها باید پاکیزه نگه داشته شوند. در خرد اوستا آمده است که اگر هر جای آبادی را آلودم و از هر پلیدی که به آب و آتش و خاک و باد رساندم، من توبه می کنم و از این اندیشه ها و گفتار و کردارها پشیمانم. یعنی همون گونه که در خرد اوستا آمده است و همچنین در هوسپارمنسک که در واقع در بخش کتاب دیگری است زبان پهلوی، بخشی است از کتاب قدیمی اوستا که آمده بوده است، درباره گناه آزار رساندن به گیاهان و مجازات و پادفره این در واقع گناه نیز سخن رفته است. همچنین در یسنا در واقع آمده است که آن هم بخشی است از اوستا، در یسنا آمده است که همه گیاهان مزدا داده را که دادی دارند و حقی دارند می ستایم. همچنین حقوق جانوران هست. من چون دو دقیقه دیگر ما بیشتر فکر کنم وقت نداشته باشیم، درباره حقوق جانوران یک اشاره بسیار کوتاهی می کنم و آن این که در خرد اوستا آمده است که از هر گونه گناهی که به تن جانداران گوناگون کرده ام، اگر چهارپایانی را زده ام و آزرده ام یا کشته ام یا خوراک و آب به آنها نداده ام یا از گرگ و راهزن آنها را دور نداشته ام، توبه می کنم و پشیمانم از پایمال کردن حقوق آنان، از آن گناهان و کردار و اندیشه و گفتار بد پشیمانم، حتی اگر آنها را از سرما و گرما دور نداشتم. بنابراین آنچه که شما میبینید این است که نه تنها بشر، چه مرد، چه زن و چه کودک حقی داشته است. نه تنها محیط زیست یا چهار آخشیج رو در واقع براش این گونه ارزش قائل بودن، حتی در خرد اوستا در آن یاد می شود که جانوران نیز دارای حقوق بودند و حق بودند و حتی اگر آنها رو جانور رو اگر شلاق می زدند، گناه باید پادفره می دادند و باید مجازات می شدند. ما نمیخواهم اشاره کنم که در برخی دینها انسان رو شلاق میزنند، چه برسد به جانور. و در پایان باید گفت که چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بومبر زنده یک تن مباد، بیا تا همه تن به کشتن دهیم مبادا که کشور به دشمن دهیم، بیا تا همه به دشمن شیمن در کمین، به راه پیشمرگان ایران زمین. بدرود. ما رو آغاز میکنیم. اجازه بدید که درودی بفرستم به روان پاک و شرافت جانباختگان و جانبازان ایران زمین. در جنگ قادسیه اول
در حمله وحشیانه عرب به ایران زمین به روان پاک صدها هزار کشته شده ارتش شاهنشاهی ساسانی و زنان و مردان و کودکان بیگناه ایرانی که به وسیله عرب نسل کشی و جنوساید و قتل عام شدند و با دریای خونشان آنها آسیاب‌های خود را در بخش بخش ایران چرخاندند و به امید روزی که در هر شهر و روستای ایران و در هر پایتخت جهان بنای یادبودی برای آنها برپا شود و همه جهان این نسل‌کشی را مانند هولوکاست و کشتار ارمنیان گرامی به رسمیت بشناسد. با درود به روان پاک 300 هزار زن، دختر و پسر بچه کوچک ایرانی که به کنیزی و غلامی و غلمانی جنسی در بازار مدینه فروخته شدند. با درود به روان پاک نویسندگان بیش از 1,000,000 نسخه از کتاب‌های باستانی ایران زمین به زبان‌های اوستایی و پهلوی در کتابخانه دانشگاه جندی شاپور و کتابخانه دانشگاه حکمتانه و کتابخانه‌های بزرگ مرو و بلخ و سمرقند و خوارزم و بخارا که کتاب‌هایشان به دست عرب سوزانده شد. با درود به روان پاک و شرافت میلیون‌ها جان باخته و جانباز ایرانی در جنگ 8 ساله یا قادسیه دوم عرب علیه ایران زمین که در ارتش ایران زمین، در سپاه پاسداران ایران زمین و در نیروهای مردمی ایران زمین جان خود را در راه سربلندی میهن مردانه فدا کردند. با درود به روان پاک دختران و مادرانی که در خرمشهر، خوزستان همیشه ایرانی، در جنگ 8 ساله عرب علیه ایران روبروی هم و همزمان و مقابل چشمان هم به آنها به وسیله نیروهای عرب تجاوز شد. با درود به روان پاک بیش از 5,000 شهروند بیگناه کرد همیشه ایرانی، از زن و بچه و پیر و جوان که در کردستان اشغالی در عراق با وحشیگری تمام قربانی حمله شیمیایی ناجوان مردانه صدام علیه آنها شدند. و با درود در نهایت با درود به روان پاک و شرافت جان باخته راه میهن بابک خرمدین، این آذربایجانی دلاور که از هر قطره خونش امروزه میلیون ها مبارز راه ایران زمین پدید آمده است و به امید من که همه ما و من پیشمرگ راه ایران و فرهنگ ایرانی شویم. جاوید روان باد پیشمرگان راه ایران زمین. دوستان، بخش دیگری از برنامه میراث جاویدان ایران باستان رو با یاد قهرمانان ایران و کسانی که جان خودشون رو برای ایران فدا کردند و با یاد کسانی که قربانی شدند در حمله بیگانگان اونها رو شروع میکنیم. و باز هم به همه دوستان میگم که همیشه باید این راه گرامی داشته بشود و همیشه باید این یادها در واقع گرامی داشته بشود برای آنکه از تکرار آنها جلوگیری شود. این به هیچ عنوان عرب ستیزی نیست، همان گونه که هولوکاست، یاد هولوکاست رو وقتی ما گرامی میداریم به هیچ عنوان مفهوم آلمانی ستیزی نیست و اینجا نیز منظور علیه کسی نیست، ولی یاد قربانیان باید گرامی داشته شود. اگر ما به درستی یاد قربانیان قادسیه اول رو گرامی می داشتیم، هیچگاه قادسیه دوم پیش نمی آمد. و اکنون برای جلوگیری از امثال این جنایات باید حتما این یادها گرامی داشته شود. دوستان، من همونطور که می دانید برنامه ما درباره میراث جاویدان ایران باستان است. بنابراین من چند ایمیل از شما گرفتم که درباره مسائل گوناگونی است که به موضوع ما و کار ما در واقع بحثی ربطی پیدا نمی کنند یا ربطش کم است. اما از اونجایی که این سوال ها تعداد زیادی من دریافت کردم، من به صورت بسیار خلاصه با وقت کمی که داریم پیش از آن که صحبت امروز رو در واقع آغاز بکنیم که درباره بخش دیگری از جلوه های تمدن ایران هست و درباره کتاب ها و منابع باستانی ایران باستان، درباره نوشته های ایران باستان، لوحه های به دست آمده و همچنین درباره حقوق بشر و جهان هستی در ایران باستان هست که در بخش دوم برنامه به اونها میپردازیم. در بخش اول این بار شاید یکی از آخرین بارهایی باشد که این پرسش ها رو من پاسخ میدم، ولی بعدها دیگر تمرکز بیشترمون رو روی برنامه ها میذاریم. یک دوست عزیزی از من پرسیدن، آقای شهباز، که چرا در واقع شما درباره
فقط ایران باستان تمرکز میکنید و درباره در واقع جنایاتی که دین اسلام مرتکب شده است صحبت نمیکنید. ببینید، من تمام این جنایات رو به رسمیت میشناسم، نه اینکه نخواهم بشناسم، اما من در واقع تمرکز این برنامه کسان دیگری بودند که در واقع در این زمینه کار کردند. یعنی از منابع کتاب‌های آکادمیک شما بگیرید، در واقع از نخستین کسانی که این کارها رو انجام دادن آقای علی دشتی و کتاب 23 سالشون بود، بعدش کتاب‌های مانند تولای دیگر استاد شجاع‌الدین شفا بود و بزرگان دیگری، هم به صورت مکتوب و هم به صورت در واقع برنامه‌هایی که اجرا کردن مانند آقای بهرام شیری در به این مسائل پرداختند. بنابراین دوباره کاری به نظر من بیمورد است. اگر دوستانی علاقه به تحقیق درباره دین اسلام دارند، بهتر است که به این مراجعی که من یاد کردم رجوع بکنند. درباره این سوالی هم که آقای شهباز پرسیدن که چرا در واقع درباره شهوترانی با ران بچه در رساله امام خمینی شما چیزی نمیگویید، به خاطر آن است که من اصلا با رساله ایشون کاری ندارم که بخوام دربارش سخن بگویم. شما بروید از در واقع وارثان فکری ایشون که همین اصلاح طلب ها هستند، در واقع از اونها سوال بکنید که میخوان به عصر طلایی امامشون برگردن. این سوال شهوترانی باران بچه رو که در کتاب ها در رساله ایشون آمده است رو بپرسید. این عمل شنیع و این در واقع پدوفیلیا رو چجوری میخوان در واقع توجیه بکنن، چیزی که با در واقع از جنایت به نظر من بدتر است و از قتل گناهش بیشتر است. اما اجازه بدید که به این مسائل ما نپردازیم و